خوشبختانه که جناب حبیب رحمان پدرام به برنامه وصل شدند. پرسشی را که قبلا از آقای آشنا پرسیدم از شما هم بپرسم، پیروزی جو بایدن در انتخابات امریکا چه تأثیری روی مذاکرات صلح دوحه دارد؟ جناب پدرام صاحب شما صدا را دارین؟ درود بر شما، وقت شما به خیر و نیکی. من صدای شما را دارم اگر شما داشته باشم. بیخی درست است، بفرمایید. درود می‌فرستم خدمت همه مهمانان گرامی و بزرگوارانی که ما را می‌بینند. اگر از یک چشمنداز بسیار کلان سیاست خارجی امریکا را ما خواسته باشیم مورد داوری قرار بدیم، مذاکرات صلح افغانستان چه آقای بایدن بر سر کار بیایه و چه آقای ترامپ ابقا بشه، تغییرات بسیار جدی در پی نخواهد داشت. هرچند آقای ترامپ معمولا نظرات شخصی خود به عنوان سیاست خارجی آمریکا تحمیل کرده بود بر نظام سیاسی و دولت مردان کارکشته آمریکایی، اما تجربه ثابت کرده که هر رئیس جمهوری که بر سر کار آمده نهادهای بسیار جدی و نظام بسیار پیچیده‌ای که در امریکا حکومت فرمایی میکنه خیلی مجال یکتازی و پیش بردن نظرات شخصی به اون رئیس جمهور را نداده. بحث به حاشیه زیاد نمیبرم. یک چیز اینجی قابل تأمل و غیر قابل چشم پوش نیست و او بحث نفوذ بسیار جدی و نظرات و نظریات بسیار شخصی آقای خلیلزاد هست. تغییر بسیار جدی که در فردای روی کار آمدن آقای بایدن در رابطه به مذاکرات صلح افغانستان و دوحه و احتمالاً این مذاکرات به کشورهای دیگر هم برده بشه که به میان میایه، اینه که صلاحیت های آقای خلیلزاد به نظر من، به تعبیر من، به مراتب فشرده تر میشه. شاید که از اعمال سلیقه های بسیار شخصی آقای خلیلزاد تا حد بسیار زیاد جلوگیری بشه که همین امر در نفس خودش امری بسیار جدی و موجب تغییرات در روند صلح مذاکرات افغانستان با طالبان خواهد شد. تشکر جناب پدرام، ما شما برمیگردیم.